بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همه دوستان که زحمت کشیدین تشریف آوردین و در این جلسه حضور به هم رسوندین. امروز میخوایم که در مورد جستجوی هوشمند اطلاعات بشنویم و دو تن از هیئت علمی پژوهشگاه در خدمتشون هستیم برای اینکه ما رو آشنا کنن با دو شیوه و دو نگرش به تحلیل اطلاعات. اما قبل از اینکه این بحث رو شروع کنم به آغاز بکنم سخنرانیشون رو میخوام به این نکته توجه بکنیم که آیا اطلاعات امر نسبیه یا مطلق؟ آیا اطلاعات فارغ از کسی هست که اون اطلاعات رو تحلیل میکنه یا نه؟ به واسه بهتر تجربه افراد، تجربه تحلیلگر، زمان و مکانی که داره اون داده ها نگاه میکنه در تحلیلش مؤثر و تاثیر میذاره. بنابراین ما نیاز داریم که هوشمندانه اطلاعات رو نگاه کنیم و هوشمندانه پردازششون بکنیم تا اون نیازهای خودمون رو ازش برآورده بکنیم و به اون نیازها نگاه بکنیم. به عنوان مثال اگر یک هیئت یک استاد کتاب‌ها رو مطالعه می‌کنه، مقالات رو مطالعه می‌کنه، اون کتاب‌ها و مقالات رو به دیتا و داده رو برای استاد دارن و اون تحلیلی که روی اون دیتاها انجام میده اون دانشی هست که کسب می‌کنه. حالا وقتی میاد این اطلاعات رو در اختیار دانشجوهاش قرار میده، اون اطلاعاتی که استاد در اختیارشون قرار میده برای دانشجو حکم داره رو داره و بعد اونها باید روش تحلیلی انجام بدن. بنابراین نقش فرد، نگرشش، زمانش و تجربهش روی تحلیل اطلاعات و تحلیل داده ها تاثیر گذاره. در این جلسه ما داریم دو دیدگاه مختلف از تحلیل اطلاعات رو بررسی خواهیم کرد. آقای دکتر شندیب در مورد تحلیل مکانی رفت جستجوی اطلاعات برای ما صحبت خواهند کرد و خانم دکتر فتحی در مورد تحلیل رفتار جستجوی اطلاعات کاربران دارن صحبت می‌کنند و تحلیل‌های متفاوت دیگری هم برای اطلاعات می‌تونیم ارائه بدیم. بنابراین از خانم دکتر فتحی خواهش می‌کنم که صحبتشون شروع کنند. به نام خدا تشکر میکنم از همه عزیزانی که تشریف آوردن برای این جلسه. در خدمتتون هستم با موضوع تحلیل رفتار جستجوی اطلاعات که به طور خاص ما امروز در واقع رفتار جستجوی اطلاعات پژوهشگران رو توی سامانه گنج میخوایم بررسی بکنیم. اما قبل از اون نیازمند این هستیم که یه مقدمه رو داشته باشیم درباره این مسئله. اول از همه ببینیم که در واقع خود اطلاعات چی هست. همونطوری که میدونیم امروزه در واقع اطلاعات نقش خیلی مهمی رو داره توی زندگی ما بازی میکنه، توی تصمیم گیری های ما خیلی در واقع تاثیر میذاره. خود کلمه اطلاعات یا در واقع همون information ریشش به کلمه form یا formation برمیگرده که در واقع به معنی شکل‌دهی یک الگو هست. حالا این اطلاعاتی که ما داریم ازش صحبت میکنیم در واقع توسط افراد مورد جستجو قرار میگیرن و میتونه به روش های مختلف در واقع جستجو بشه. حالا میتونه از در واقع محیط کتاب خونهی باشه و امروزه حالا بیشتر بحث اینترنت هست، میتونه اینترنت باشه و الی غیره. اما چیزی که درباره این جستجوی اطلاعات در واقع مهمه، رفتاری که افراد در زمان جستجوی اطلاعات دارن از خودشون بروز میدن. اگر بخوایم یه تعریفی که حالا محققان ارائه دادن بخوایم بیان بکنیم، در واقع تمام روش‌هایی که افراد میان یک اطلاعاتی رو جستجو میکنن، بررسی میکنن، ارزیابی میکنن و از اون استفاده میکنن، در مجموع بهش در واقع رفتار جستجوی اطلاعات گفته میشه. خب حالا امروز گفتیم که در واقع اینترنت داره بیشتر این اطلاعات استفاده میشه. بعد از که ما نگاهی داشته باشیم به نرخ رشد استفاده از اینترنت، همونطوری که میبینید طبق آخرین آماری که ارائه شده، در واقع الان 50% کاربران اینترنت از در قاره آسیا هستن و این رشد کاربران در طول سالهای اخیر خیلی زیاد شده. یعنی اگر سال 2005 تا 2017 رو بخوایم نگاه بکنیم، می‌بینیم که تعداد در واقع کاربران اینترنت سال به سال همینجوری افزایش پیدا کرده. و اگر بخوایم جایگاه کشور خودمون رو نگاه بکنیم، مثلا در مقایسه با کشور آمریکا که 87% افراد دارن از در واقع اینترنت استفاده می‌کنن و کاربران اینترنت هستن، کشور ما هم نرخ خیلی خوبی رو داره. یعنی 56 میلیون نفر ما در واقع کاربر اینترنتی داریم که رقم خوبی هست. یعنی در 70% جمعیت ما دارن از اینترنت استفاده میکنن. پس متوجه میشیم که در واقع بحث اینترنت و جستجوی اطلاعات در اینترنت بحث خیلی مهمی هست. اما خب این اطلاعات داره کجا جستجو میشه؟
یه سهم خیلی زیادی از این اطلاعات در واقع توسط موتورهای جستجو داره انجام میشه. که اینجا یه آماری ارائه شده که ببینیم چه موتورهای جستجوی در واقع بیشتر استفاده میشن. و خب مشخصه که گوگل در واقع با 77% نرخ بالایی رو به خودش اختصاص داده. اما خب حالا کاربرانی که ما داریم کاربران عام هستن، اینترنت هم یه فضای عام هست، همه دارن استفاده میکنن، ولی ما به طور خاص جایی داریم در واقع صحبت میکنیم که کاربران ما کاربران خاصی هستن، کاربران دانشگاهی هستن، این در واقع بحثمون خیلی عام نیست امروز. اینترنت در واقع یه منبع خیلی خوبی هست برای کاربران دانشگاهی که برای سرچرها که دارن در واقع از این محیط استفاده میکنن برای جستجوی اطلاعاتشون. چیزی که مهم هست اینه که خب حالا پس ما نیاز داریم که در واقع کیفیت این موتورهای جستجوی که توسط اونها داره اطلاعات جستجو میشه توسط کاربران رو بهش خیلی توجه بکنیم. دو تا شاخص هست که توی کیفیت موتورهای جستجو توی تمام تحقیقات در واقع توجه میشه. یکی کیفیت نتایجی هست که جستجو برگشت داده میشه، یکم سرعت نتایج هست که حالا ما خیلی روی بحث سرعت کار نداریم، بیشتر بحثمون روی کیفیت هست. برای کیفیت نتایج میان در واقع بحث بررسی لاگ‌های جستجو رو روش رو تمرکز میکنن. وقتی شما یک کلمه رو در واقع سرچ میکنید توی یه موتور جستجو، حالا توی مقالات به اون کوئری گفته میشه، در واقع شما یک جستار، حالا اگر بخوایم ترجمه فارسی براش بگیم، در واقع این انجام میدیم. خب حالا برای اینکه بخوایم ببینیم که چقدر اون نتایج جستجویی که برگشت داده شده به شما نتایج خوبی هست، با کیفیت هست و میتونه شما یک کاربر ساتیسفای کنه، در واقع میتونیم بیایم لاگ های شما رو بررسی بکنیم ببینیم که خب حالا چقدر این نتایج جستجو خوب بوده و در واقع میتونیم از روی اون لاگ هایی که شما دارین توی سیستمتون جستجو رو انجام میدین، ما میتونیم بهتر بفهمیم نیاز شما چی بوده و با این فهم بهتر نیاز شما در واقع بتونیم اون فرآیند جستجو رو بهبود بدیم. پس در واقع ما میریم روی بحث لاگ و میخوایم این لاگ ها رو در واقع تحلیل کنیم. اما خب قبلش بهتر شما اصلا با مفهوم لاگ آشنا بشید. منظورمون از لاگ چی هست؟ لاگ در واقع یک ریکورد الکترونیکی هست که بین سیستم و کاربر اتفاق میفته. یعنی شما وقتی دارید توی مونتی سرچ انجام میدین، یک کوئری رو توی مونتی جستجوتون توی موتور جستجوتون در واقع سرچ میکنید، تمام این فعالیت شما در واقع ضبط میشه و تحت عنوان یک فایل هست که حالا میتونه از منابع مختلفی باشه. و نکته که در مورد لاگ ها وجود داره اینه که اینها داده های بسیار غنی هستن که جزئیات افراد رو هم شامل میشن و در واقع فرایند این که حالا ما بیایم این داده هایی که تحت عنوان لاگ توی فایل ذخیره شدن به یک سری اطلاعات قابل در واقع فهم و قابل استفاده در جهت بهبود اون فرایند جستجو و موتور جستجو استفاده کنیم، به این فرایند در واقع تحلیل لاگ گفته میشه. اما خب خود این بحث تحلیل لاگ هم حالا یه مزایا و معایبی داره که خیلی سریع حالا از روش میگذرم تا به بحث اصلیمون برسیم. مزایایی که داره که خب قطعا میتونه باعث بهبود جستجوی ما بشه، ما میتونیم تمام تاریخچه افراد رو در زمانی که دارن سرچ میکنن در واقع ثبت بکنیم و هزینه های نگهداریش خیلی ارزون تر از فایل های اصلی هست. اما معایبی که داره اینه که ممکنه توسط در واقع سر افراد سودجو یا اون سازمانی که داره لاگ ها جمع آوری میشه به هر حال ممکنه مورد سوء استفاده هم قرار بگیره، حتی گاهی ممکنه توسط در واقع گاورمنت هم اینها مورد سوء استفاده قرار بگیرن. و این نکته خیلی مهمی که وجود داره، اگر افرادی که دارن با سیستم کار میکنن متوجه بشن که ما داریم لاگ اونها رو ذخیره میکنیم، حتی ممکنه باعث تغییر رفتارشون بشه و ما نتونیم به اون هدف در واقع نهاییمون که بهبود اون فرآیند جستجو هست برسیم. خب حالا این بحث در واقع تحلیل لاگ بحث تازه‌ای هم نیست، در سال 1960 در واقع شروع شده و روی دارن کار میکنن. کاری که ما حالا انجام دادیم توی دو دسته اینا رو تقسیم بندی کردیم، یه سری تجربه هایی بود که کلن اومده بودن روی تمام موتورهای جستجو به صورت عام، مثلا گوگل، مایکروسافت، اینها اومده انجام دادن و تمام جستجوهای عام کاربران در نظر گرفته بودن. یه سری پژوهش هایی بود که نه، صرفا اومدن موتورهای جستجوی در واقع پایگاه علمی مثل ساینس دایرکت رو در واقع در نظر گرفته بودن. حالا اگر بخوام یه بطور خلاصه کاری که تا حالا انجام شده رو در مورد روش صحبت بکنیم، نتایج مختلفی از این مطالعات به دست اومده. یکی از اون همی که مثلا اگر دو نفر دو تا کوئری که مشابه هم هست سرچ بکنن، نشون میده که در واقع این دو نفر نیاز اطلاعات مشابهی داشتن، یا مثلا کوئری هایی که طولانی تر بوده قابل اعتماد تر بودن، یا مثلا در یک پژوهش دیگه نتیجه که به دست اومده اینه که مثلا 49% کوئری هایی که افراد سرچ کردن فقط یک کلمه کلیدی بوده و مثلا 33% اونها دو کلمه کلیدی رو شامل می‌شده،
یا اینکه شاید برام جالب باشه که بیشتر 90% کاربرا فقط 5 نتیجه اولی که در واقع برمیگرده روی اونها کلیک میکنن و در واقع فقط اونها رو به عنوان نتیجه جستجوشون قبول دارن. و تعداد زیادی از کاربران در نهایت میشه گفت که به موضوعات خیلی مشابه در واقع علاقمند هستن. یا یه در واقع نتیجه جالبی که به دست اومده بود این هم باز روی در واقع موتورهای جستجوی عام بود مثل گوگل، که افرادی که مثلا به امور مالی علاقه دارن ساعت 7 تا 10 صبح میان جستجوهاشون رو انجام میدن، چون اون زمانیه که در واقع میخوان حالا کار بازار و بیزینس در واقع داغ هست. یا مثلا کوریر که مربوط به موسیقی هست کمتر تو این ساعت مورد تقاضا هستن، بیشتر شبا مثلا مورد تقاضا قرار میگیرن. یا اینکه بین مثلا سبک شناختی و در واقع رفتار جستجوی اطلاعات افراد مثلا رابطه وجود داره، اینکه افرادی که بیشتر تیپ کلامی دارن شاید از کلمات و واژه‌های بیشتری برای جستجوشون استفاده کنن. و در نهایت اینکه خب الگوهای مشابهی توی سوال‌های مختلف میتونه بین افراد وجود داشته باشه. اما دو تا پژوهشی که حالا توی ایران داد در واقع روی دیتاهای ایران داد انجام شده، یک پژوهش هست که سال 92 انجام شده که بیشتر مورد روزهای پر استفاده، پر بسامد، کلماتی که بسیار استفاده میشه رو در واقع استخراج کردن، ولی پژوهش هم سال 95 انجام شده بود که بیشتر روی بررسی وضعیت در واقع حوزه خاص که حوزه علوم محیطی بود انجام شده بود و کمبودها و خلاهایی که توی این حوزه بود رو در واقع مشخص کرده بود. حالا در واقع مثالی بودن در واقع کارهایی که تا حالا انجام شده. حالا یکی از این مثالا رو اگه بخوام یه ذره بیشتر براتون باز بکنم، کاری هست که در واقع روی دیتای موتور جستجوی AOL انجام شده بود که اومده بودن یه چیزی حدود در واقع 1000 تا کوئری رو که روی این موتور جستجو در واقع انجام شده بود رو اومده بودن در نظر گرفته بودن و نتایجی که به دست اومده بود نتایج جالبی میتونه باشه. یکی اینکه مثلا به طور متوسط 88% کوئری هایی که توی هر ماه سرچ شده با ماه بعد همپوشانی داشته و 82% اینها فصل به فصل رو هم همپوشانی داشته و 78%شون هر 6 ماه یک بار مشابه هم دیگه بوده. پس این در واقع میتونه به ما نشون بده که ما هر چی یک کوئری که داریم در طول زمان در واقع این بیشتر تکرار شده باشه احتمال تمامش توی آینده هم بیشتر هست. پس با همین در واقع تحلیلایی که روی یک سال مثلا دیتا انجام شده به این نتیجه رسیدن که در واقع کوئری هایی که روی این موتور جستجو انجام میشه فقط 20%شونه که تغییر میکنه و میتونن در واقع اینها 80% اون نیازهای کاربراشون رو پیش بینی بکنن. خب این میتونه خیلی بهشون کمک کنه که توی بحث حالا بازیابی اطلاعات روی موتور جستجو خیلی سریع‌تر بشه، توی بحث شخصی سازی موتور جستجو خیلی میتونه به ما کمک کنه. پس این در واقع مثال‌هایی بود از نتایجی از کارهایی که تا حالا در واقع روی بحث تحلیل لاک ها انجام شده. اما کاری که ما در واقع انجام دادیم روی بحث سامانه گنج هست. سامانه گنج همونطور که خیلی از دوستان آشنایی دارن در واقع سامانه‌ای هست که اطلاعات پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، طرح‌های پژوهشی کشور داخل اون قرار می‌گیره و در واقع پایگاه داده با نرم‌افزار MySQL طراحی شده که افراد می‌تونن در واقع اون کلمه‌ای که می‌خوان رو اینجا جستجو بکنن و اینجا لیست در واقع اون پایان‌نامه‌ها رو ببینن. البته بعد خدمتتون میگم که این تحلیل در واقع دادی که انجام شده روی سامانه گنج نسخه در واقع قدیمی هست، نه نسخه که جدید الان در واقع روی سایت هست و قابل استفاده است. خب فایل لاگی که در اختیار ما قرار گرفته بود شامل در واقع یه سری اطلاعات بود. یکی اینکه کوئری که سرچ شده توسط کاربر رو آیدی که یوزر ها دارن، تو چه زمانی سرچ شده و چه تعداد نتیجه جستجو برگشته شده و همونطور که مشاهده می‌کنید خب فیلدهای اطلاعاتمون خیلی زیاد نیستن. برای این کار پژوهشی که ما انجام دادیم اومدیم لاگ رو برای سه ماهه سوم سال 1395 در نظر گرفتیم. حجم رکوردهایی که داشتیم حدود 11 میلیون بود و اومدیم با استفاده از زبان SQL حالا یه سری کوئری رو می‌نازادیم که بتونیم به اون اطلاعاتی که می‌خوایم در واقع دسترسی پیدا کنیم. این در واقع اون دیتای خام ما هست. نتیجه‌ای که برای ما به دست اومد یکی اینکه نسبت جستجوها بر اساس مکان بود. متوجه شدیم که به دلیل اینکه خب حالا یه سری از افراد دارن با استفاده از فیلتر شکن هاشون در واقع همیشه حالا ران هست اون فیلتر شکن روی سیستمشون و بعد میان مثلا روی موتور جستجوی سامانه گنج هم جستجوشون انجام میدن، خب آی پی که میافته در واقع آی پی خارج از کشور میفته. یه سری اونی در واقع کرولرهایی هست که در خارج از کشور هست و در همونجور جستجو انجام میدن. این باعث شد که ما متوجه شدیم که 90% سرچ هایی که روی موتور گنج داره انجام میشه در واقع از خارج از کشور هست و تعداد خیلی کمی از داخل کشور که از این تعداد که
یه چیزی زیر 1% جستجو ها از داخل پژوهشگاه در واقع داره صورت میگیره. یکی از نتایجی که حالا به دست اومد این بود که ما اومدیم تمام اونهایی که در واقع از داخل کشور دارن روی سامانه گنج جستجو رو انجام میدن اینها رنگ کردیم و آی پی هاشون رو سرچ کردیم. متاسفانه اطلاعات خیلی از این آی پی ها قابل دسترسی نبود. مثلا سازمانی که براش در واقع مشخص میکرد فقط کلمه دانشگاه بود و مشخص نیست که کدوم دانشگاه. اما حالا اونایی که در واقع رنگ شده حالا میتونیم تشخیصشون بدیم، یکیش دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه گیلان، دانشگاه در واقع اردبیل و دانشگاه تبریز هست. اینا دانشگاهی هستن که در واقع بیشتر دارن روی سامانه گنج ما جستجو رو انجام میدن. یه تحقیق دیگه‌ای که انجام دادیم این بود که اومدیم بر اساس در واقع ماه‌هایی که داره این جستجو انجام میشه این تحلیل کردیم که حالا نتایجشون خیلی زیاد نمیدارم، مثلا که اونایی که مفید و خلاصه در واقع در این جلسه بخار فقط قرار بدم. مثلا تا جستجویی که با آی پی آی داخل پژوهشگاه انجام شده، یعنی افرادی که حضوری اومدن و داخل پژوهشگاه جستجو انجام دادن، همونطوری که این ماه مه خیلی کمه، آبان بیشتر شده، آذر خیلی بیشتر شده. شاید تحلیلی که بتونیم در واقع ببینیم ادعا بکنیم اینه که خب حالا چون این در واقع سه ماهه در واقع فصل سوم هست و افراد در واقع سال تحصیلیشون شروع میشه، خب مهم ما قطعا افراد خیلی شروع نشاط دارن که اول سال هست، بعد حالا همجوری میرونو به جلوتن آبا آذر دیگه میشه فصل این که حالا بخواهم مثلا پروپوزالشون رو تصویب بکنن یا مثلا رسالهشون دفع کنن. همچنین به آخر ترمیم در واقع جدیت افراد توی جستجوهشون انگار بیشتر میشه و بیشتر تمایل به جستجو دارن. حتی در مورد آی پی های داخل پژوهشگاه این نتیجه رو میتونیم ارائه کنیم. یه بحث دیگه این بود که حالا ما ببینیم تعداد جستجوها رو بر اساس در واقع روزهای هفته مشخص بکنیم. همونطوری که مشخصه چه در مورد در واقع جستجوهایی که داخل کشور انجام شده و بعد داخل پژوهشگاه انجام شده، تقریبا روز سه شنبه روزی هست که بیشترین جستجو در واقع داره انجام میشه. من اونجایی که خب پژوهشگاه در روز پنجشنبه جمعه هم که تعطیل هست، خب قطعا ما آمار جستجو در اون روزها نداریم. اما نکته جالب دیگه در مورد ساعاتی هست که داره این جستجو اتفاق میفته. افراد داخل کشور هستن معمولا تو بازه 7 تا 9 صبح خیلی تر جستجوهاشون بیشتر و توی پیک در واقع این نمودار هم شما میتونید ببینید و همطور هفته هست، یعنی این دو تا پیکی هست که اینجا میشه مشاهده کرد. اما در مورد جستجویی که داخل پژوهشگاه انجام میشه تقریبا ساعت 12 ظهر میشه گفت که این پیک وجود داره. توی تحلیل دیگه ما اومدیم بر اساس کلید واژه ها در واقع اینا رو مشخص کردیم که میگم حالا باز تعداد نمودارا خیلی زیاده، من فقط برای ماه مه رو اینجا گذاشتم. بیشترین کلماتی که جستجو شده توی ماه مه، چیزی که جالبه من اینجا داره نشون داده میشه اینه که کلمات مربوط به مکان بسیار سرچ میشه. مثلا کلمه مثل دانشگاه تهران، کلمه مثل دانشکده علوم پایه، دانشکده ادبیات علوم انسانی، همونطور که میبینید دانشکده علوم علوم پزشکی، اینا کلماتی که بسیار داره در واقع مورد جستجو قرار میگیره. ما اومدیم خودمون این کلمات رو در واقع تگ زدیم، صد واژه پرتکرار رو مشخص کردیم و اونا رو تگ زدیم و مشاهده می‌کنیم که توی ماه مه، آبان و آذر همیشه اماکن در واقع بیشترین جستجو رو داشتن و بعد از اون در واقع روانشناسی هست و حالا توی مثلا ماه مه پزشکی هم بوده، اما سایر فیلدها خب خیلی کم تر بوده. خب این میتونه در واقع به ما نشون بده که چه دلیلی داره، چرا باید واقعا مثلا کلمات روانشناسی بیشتر سرچ بشه، چرا مثلا بچهای فنی کمتر اومدن سرچ رو در واقع استفاده کردن، چه ضعفی در موتور جستجوی گنج وجود داره که مثلا بچهایی که فنی هستن کمتر به این سامانه علاقه دارن، بچهای علوم انسانی بیشتر علاقه دارن. بعد از اون ما اومدیم کلید واژه‌های پرتکرار رو توی رشته‌های مختلف مشخص کردیم بر اساس اون تگینگی که خودمون انجام داده بودیم. و این چیزی که خیلی جالبه و اینجا میتونید ببینید، البته فکر کنم حالا نمیدونم چقدر برای شما واضحه، من کلمه‌اشو میخونم. توی این دو تا جدولی که می‌بینید ما مقایسه‌ای که انجام دادیم، کلید واژه‌های پرتکرار رو اومدیم توی کل جستجوهایی که انجام شده و بعد با جستجوهایی که فقط داخل پژوهشگاه انجام شده مقایسه کردیم توی رشته‌های مختلف. مثلا تو فن مهندسی می‌بینید که کلمه مهندسی صنایع خیلی سرچ شده به طور کلی، اما اگر کسی اومده داخل پژوهشگاه کلمه طراحی رویکرد مصرف انرژی رو سرچ کرده، خب اینجا به ما داره چی نشون میده؟ نشون میده که افرادی که داخل پژوهشگاه دارن مراجعه میکنن خیلی تو دپونتر دارن این سرچ رو انجام میدن. یا مثلا کلمه مدیریت به طور کلی سرچ شده، اما کسی که داخل پژوهشگاه بوده مدیریت دانش رو سرچ کرده. یا مثلا در مورد حوزه فناوری اطلاعات کلمه دادکاوی بسیار سرچ شده، اما کسایی که داخل پژوهشگاه سرچ کردن کلمه مثل آموزش مجازی، آموزش الکترونیکی، امکان سنجی آموزش مجازی رو در واقع سرچ کردن.
این مسئله در مورد باز مقایسه جستجوهایی که داخل کشور و داخل پژوهشگاه هم بوده باز در واقع قابل دید هست. مثلا تو حوزه علوم انسانی فقط کلمه علوم انسانی سرچ شده، اما کسی که داخل پژوهشگاه این سرچ انجام داده مثلا علم اطلاعات و دانش شناسی است که بیشتر این سرچ رو داشته. پس در واقع ما میتونیم نتیجه بگیریم که افرادی که حالا تو پژوهشگاه مراجعه کردن شاید خیلی هدفمندتر اومدن و جستجوهاشون رو انجام دادن. یا حالا مثلا کلمه بازاریابی تو حوزه تجارت توی داخل کشور رو کلا سرچ شده، ولی کسی که توی پژوهشگاه سرچ کرده کلمه اقتصاد مقاومتی بود. یه تحلیل دیگه‌ای که ما انجام دادیم اومدیم کلیدواژه‌ها رو بر اساس زمینه‌های علمی مختلف و ساعاتی که در افراد سرچ می‌کنن مشخص کردیم. همونطور که این نمودار داره نشون میده افرادی که فنی مهندسی هستن بیشتر صبح‌ها دارن این کلمه‌ها رو سرچ می‌کنن، جستجوشون انجام دادن، و افرادی که در علوم انسانی هستن بیشتر بعد از ظهر جستجوشون انجام میدن. بر اساس حالا حجم جستجوی که انجام شده بود، یه تحلیل دیگه هم که انجام شد این بود که توی این سه ماهه در واقع پاییز 56 تا روز کاری وجود داشت. تعداد کل کلیدواژه‌ای که داخل پژوهشگاه سرچ شده بود حدود 48000 تا بود که میشه به طور متوسط روزی 873 کلیدواژه سرچ شده. که اگر ما فرض کنیم در واقع هر در اگر کنم بر اساس ساعت حساب کنیم تمامش ساعتی 100 تا، و اگر ورودی های افراد به پژوهشگاه با توجه به آماری که داریم حدود 180 نفر در نظر بگیریم نشون داده میشه که کاربران ما تقریبا با حدود 5 واژه در واقع دارن جستجوشون انجام میدن، یا حالا جستجوشون کامل میشه اونجا خودشون میگن که نه جستجو رو متوقف میکنن. که خب فرضاً 5 واژه نمیتونه خیلی تعداد خوبی باشه برای فردی که میخواد حالا مثلا یه رساله یا در واقع پروپوزال رو بنویسه. پس حالا نتایجی که توی این مرحله ما به دست آوردیم بود که خب افرادی که فنی مهندسی هستن بیشتر صبح سرچ میکنن، افرادی که حقوق هستن بیشتر بعد از ظهر جستجو میکنن، افرادی که میخوان تو حوزه بیزینس سرچ کنن تقریبا به طور مساوی در طول روز دارن سرچشون رو انجام میدن، افرادی که علاقه من به حوزه فرهنگ هستن تو ساعت میانی روز، و به طور کلی افرادی که علوم انسانی هستن همونطور که گفتم ساعتهای بعد از ظهر رو سرچ میکنن. کار دیگه که ما اومدیم انجام بدیم این در واقع تا این قسمت بحث آماری این مسئله بود، اما هدف ما این بود که می‌خواستیم یک در واقع تحلیل هوشمندانه رو روی این داشته باشیم. ما می‌خواستیم پردیکت کنیم رفتار کاربرمون رو در آینده از روش کلاسیفیکیشن کلاسترینگ استفاده کنیم و بتونیم بفهمیم اگر کاربر من الان این رفتار رو داره، این آمار رو داره به من نشون میده، این آدم در آینده قرار چی کار بکنه که من بتونم اون سامانه گنجم رو بر اساس اون در واقع بهینه‌سازی بکنم، بتونم پرسونالایزش بکنم که بتونه در واقع برای اون آدم رضایت و در واقع حالت بهبود بهتری داشته باشه. اومدیم چیکار کردیم؟ می‌خواستیم در واقع کاربرمون رو خوشه‌بندی بکنیم، یعنی ببینیم که کاربران که داریم بر اساس ویژگی‌هایی که حالا ما توی اون دیتامون داریم چطور می‌تونیم اونا رو کلاسترینگ کنیم و خوشه‌بندی کنیم. الان اینجا شما یه نمونه از در واقع این لاگ‌ها رو دارید می‌بینید. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم اینه که کلمه‌ای مثل مثلا موشک ایران، این الان لاگ به طور کامل هست. شما می‌تونید ببینید که یه فرد اومده 647 تا 649 ببخش 650 همینطوری سرچ در واقع داره انجام میشه بر اساس ساعتش و بر اساس آی پی‌ش. کاملا مشخصه فردی که کلمه موشک ایران، موشک ایران، موشک ایران، موشکی ایران، موشکی حالا اسلش موشک بین‌الملل ایران اینا رو داره سرچ میکنه، همه این جستجوها متعلق به یک فرد هست. اما مشکلی که ما الان داریم اینه که یوزر آی دی که برای همین افراد میفته یکسان هست. خب آی پی که همه دارن یکسان هست، ما میتونستیم چیکار بکنیم؟ فکر کنیم حالا بیایم بر اساس سشن آی دی در واقع کار انجام بدیم. اومدیم سشن آیدی ها رو جدا کردیم. باز متاسفانه همونطوری که میبینید توی تصویر سمت راست باز دوباره میبینیم که در مورد سشن آیدی هم همین اتفاق افتاده، یعنی افرادی داریم که سشن آیدی ها یکسان هستن اما مشخصه که کاملا دارن متفاوت سرچ میکنن. پس این سشن آیدی مال یک نفر نمیتونه باشه. اینجا بود که در واقع این مسئله خیلی برای ما پررنگ شد. ما متوجه شدیم که خب ما نیاز داریم که بتونیم کاربران رو جدا بکنیم، یا باید بر اساس یوزر آی دی مثلا اتفاق افتاد یا بر اساس در واقع سشن آی دی، که این اتفاق در واقع ما توی این پژوهش نتونستیم بهش برسیم که حالا در ادامه میگم چه کارایی کرد. اما اومدیم تو همین مرحله و با همین میزان دیتایی که داشتیم روی 1100 تا دیتای اول که پرتکرار هستن اومدیم خودمون یک سری تگ رو برای ما مشخص کردیم که حالا این کلمات که دارن سرچ میشن چه تگی دارن، و خوشبندی و در واقع الگوریتم هوش مصنوعی کلاسترینگ رو که شامل KN, K-means و اینا میشه روی در واقع دیتا و بر اساس فیچرهایی که داشتن اجرا کردیم.
چیزی که برای ما به دست اومد این بود که افراد میتونستن اگر برای دو خوشه میخواستیم اینا تقسیم بندی بکنیم، افرادی که دارن تو حوزه‌های مثلا فنی مهندسی، فناوری، اطلاعات علوم پزشکی، اماکن دارن سرچ میکنن، اینا توی یک خوشه قرار میگیرن، و افرادی که تو حوزه تجارت، حقوق، سیاست، روانشناسی سرچ میکنن توی حوزه قرار میگیرن. خب قطعاً تا حدی خوشه بندی نتیجه خوبی میده، ولی کامل و 100% نیست. الان ما فهمیدیم خب کسی که تجارت و حقوق اینا رو سرچ میکنن یه رفتار دارن، یه ویژگی دارن، یه تیپ آدم ها هستن، اما باز این من تو بحث فنی مهندسی فن و اطلاعات هم اوکیه، ولی این چیزایی باش قاطی شد مثل علوم تربیت اینها. خب پس نشون میده که ما در واقع دیتامون خیلی نویز داشت. اومدیم چه کار کردیم؟ یه قسمت از اون داده های کم تکرار رو حذف کردیم و در واقع به این نتیجه رسیدیم که میتونستیم تا حد زیادی افراد رو که تو حوزه علوم انسانی سرچ میکنن و افراد رو که فنی سرچ میکنن تا حدی از هم جدا بکنیم. اما خب باز هم در واقع این نتایج قانع نشدیم. اومدیم ما طول کلید واژه ها رو هم به فیچرامون اضافه کردیم، یعنی فقط ساعت و زمان جستجو و در واقع آی پی اون ها در نظر نگرفتیم. گفتیم خب حالا افرادی که دارن جستجو میکنن اون کلید واژه شون چقدر طول داره، این فیچر رو هم در واقع به دیتا ستمون اضافه کردیم. بر اساس دوباره اون در واقع عملیات خوشه بندی رو انجام دادیم، نتیجه‌ای که به دست اومد تونستیم بگیم که ما میتونیم افراد رو در واقع دو دسته در نظر بگیریم. یک خوشه افرادی هستند که روزهای ابتدای هفته ساعات نخستین روز دارن جستجو میکنن و تعداد دفعات جستجوشون خیلی زیاده. یه خوشه دیگه میشن آدمایی که روزهای آخر هفته ساعاتی که نزدیک به ظهر برای جستجو انتخاب میکنن و تعداد جستجوهاشون کمتره. حالا به طور کلی از تمام این تحلیل‌هایی که انجام شد ما به چه نتایجی رسیدیم؟ یکی اینکه ما فهمیدیم بیشتر از 90-99% کاربران ما دارن بیرون از پژوهشگاه جستجو انجام میدن و ما تنها 1% افرادی که داریم جستجوشون در واقع حضوری و در پژوهشگاه هست. ما توی جستجوی خب پس حالا به نتیجه که میرسیم اینه که ما نیاز داریم این سامانه گنجمون رو در واقع یه جوری طراحی بکنیم که فضای اون مطلوب‌تر بشه تا بتونیم در واقع حداقل پژوهشگرانی که در تهران حضور دارن بتونن بیان و حضوری در واقع جستجوهاشون انجام بدن. هر کاربری توی مراجعه حضوریش همونطوری که گفتم مثلا متوسط با 5 کلیک واژه جستجوش رو تموم میکنه. پس شاید در واقع یه جوری میشه گفت ناامید میشه از جستجو کردن در این سامانه. پس نیاز هست که حالا سامانه گنجمون رو بتونیم جذاب‌تر بکنیم، نتایج جستجومون رو براش بهینه‌تر بکنیم که اون بتونه در واقع مدت زمان بیشتری با این سیستم باشه و به نتیجه دلخواه خودش برسه. همونطوری که گفتم پژوهشگران حوزه علوم انسانی بیشتر بعد از ظهر دارن جستجوشون انجام میدن و فنی ها اول روز دارن انجام میدن. خب پس ما میتونیم که اگر قرار تو سامانه گنجمون مثلا این محیطای برای تطبیقات در واقع توی این حوزه علمی قرار بدیم و میتونیم اینها رو سکشن بندی کنیم، برای افرادی که حوزه علوم انسانی هستن بعد از ظهر اینا رو قرار بدیم، برای افرادی که فنی مهندسی هستن مثلا صبح ها قرار بدیم. اما که بیشتر جستجو رو به خودشون اختصاص دادن، خب پس شاید فکر باشه که ما این فیلترینگ رو هم در واقع روی مسئله بذاریم یا آموزش رو به کاربرامون در واقع بدیم که اگر اینقدر همه دنبال اماکن هستن میخوان فقط کلمه دانشگاه تهران رو سرچ کنن، در واقع این امکان توی موتور جستجومون قرار داده بشه. و یه نکته مهمی که وجود داشت این بود که خب لاگ هایی که ما در مورد سامانه گنج داشتیم، همونطور که اول عرضم خدمتتون گفتم، ما در مورد سامانه گنج قدیمی ما تنها فیلدهای اطلاعاتی که داشتیم آی پی کاربران بود و در واقع زمان سرچشون و تاریخ و کلمه کلیدی. خب با این در واقع فیلدها ما تونستیم به این نتایج برسیم. چقدر خوب میشه که ما بتونیم برای پژوهش‌های بعدیمون در واقع فیلدهای اطلاعاتی بیشتری رو مخصوصا از خود کاربر، اینکه تو چه مقطع تحصیلی هست، در واقع چه دانشگاهی هست، از کجا داره سرچ انجام میده و جنسیتش و سنش و اینها رو در واقع قرار بدیم که بتونیم تا اونجایی که میشه اون سامانه گنجمون رو بر افراد در واقع پرسونالایز کنیم، چون میدونیم هر چقدر که در واقع سامانه های اطلاعاتی برای افراد پرسونالایز شده باشن قطعا میتونن رضایت اونها رو بالا ببرن و اونها بیشتر دوست دارن که از سیستم های ما استفاده بکنن. اگر سوالی هست در خدمتتون هستم. سلام، خیلی ممنون. من صادقی هستم از دانشجوی پژوهشگاه. عرض بزرگ مفتم بکنم فرمودیم که 90% آی پی هامون و پی هامون از خارج کشور بود. این ها رو تحقیقتون برای من کنار گذاشتیم یعنی که ببینید نه کنار نذاشتیم. اگر حاضرتون باشه من گفتم تحقیقات تو 3 دست انجام بدید. یکی آی پی های کلن که همه آی پی هایی که سرچ رو انجام دادن، یکی آی پی های داخل کشور
و یک آیکن‌های داخل پژوهشگاه. یعنی ما توی این سه حوزه اومدیم تمام حالا تحلیلایی که انجام دادیم همه این حالت ها برای این سه در واقع آی پی رو بیان اونا رو کنار نذاشتیم کار دست کشیم. من پیش دارم داشتم بفرم بشد ماکسیموم رو کاونتی که دو آی پی های داخلی اون آی پی داشته رو اون آی پی خارجی بهش نظیر کرد. مجرد متوجه ببینید یه تعداد اون آی دی که ما داشتیم اون آیدیه احتمالاً چند بارم با آی پی داخلی وصل شده ولی چند بارم ممکنه با وی پی ان وصل شده باشه. ما بیاین ماکسیمم آی پی های کاونتشال تعدادش رو در نظر بگیریم، آی پی داخلی که باش وصل شده آی پی خارجی رو اکسچنج چنجش کنیم به همون آی پی که ماکسیممه. ببین مشکل که ما داریم که یوزر آی دی برای همه یکسان میافتن شلوایل یوزر آی دی ها متفاوت سرعت این یکی از مشکلات برای محیط دانشگاهی یا برای همه دیتا هایی که توی لاگ ما هست همه یوزر آی دی دارن. این اصلا در واقع جلوی تو میگم فیلد یوزر آی دی بی استفاده است. ما الان آی پی رو داریم، تاریخ رو داریم، زمان رو داریم و دفعات که جستجو انجام شده و کلیک واژه. ولی حالا اتفاقی که افتاده اینه که ما برای سامان گنج جدیدمون خب یه سری فیلدهای بیشتری اضافه کردیم. کار رو اصلا چی داره کلیک میکنه، بچه مدت زمانی روی هر کدوم از این پیج ها رو میگیره، مثلا ما امکان دسترسی که فایل کامل پایان‌نامه ها رو داریم که اصلا فرق داره روی فایل کامل پایان‌نامه کلیک میکنی یا نه فقط خلاصه رو داره میخونه. فیلدهای زیادی الان توی اون پیج سامانی گنج جدید وجود داره که ما همه اینا رو لحاظ کردیم که اونا لاگ بشه و بعد یه مرحله بعد میخوایم ببینیم که حالا به این فیلدهایی که وجود داره کدوماش اصلا برای ما مناسب هست، اونا رو نگه داریم و اونایی که در بلاستفاده رو کنار بذاریم و بتونیم در واقع یک لاگ فایل اول مناسبی داشته باشیم که بعد بتونیم حالا در آینده تحلیل بهترش انجام. این کار در واقع یه کار اینجوری بخوام خیلی عامیانه بهتون بگم مثلا خیلی دستگرمی بود، ما خواستیم ببینیم چه چیزایی اصلا نیاز هست که لاگ بشه. این لاگی که داشتیم و برای سامانه گنج قبلی بود که میگم مثلا خود یوزر آی دی اصلا قابل استفاده نیست برای صحبت که شما یه سری از این آی پی ها اگر اشتباه نکنم از طریق گوگل و یا یه سری سرچ انجین های دیگه مثلا فرض کنید ایمونت چه داخلی چه خارجی از طریق اونا دیرکت میشه و میاد بکنج. اینا رو میتونیم بر اساس آی پی میتونیم تشخیص بدیم کدوماشون اینطوری هستن و کدوماشون مستقیم از خود وبسایت گنج سرچ انجام شده، یعنی کدومش از طریق یه موتور جستجوی دیگه ای اومدن و هدایت شدن بگن و کدومشون نه. ببینید چیزی ما الان داریم فقط آی پیه. خب کاری که میتونیم بکنیم که آی پی رو سرچ کنیم ببینیم آی پی کجاست و اونجایی که مثلا به ما میده مکانی که در واقع سرچ داره انجام میشه دیگه و این که دایرکت اومد ایران دایرکت رو به مطمئن نیستم فکر میکنم با این قسمت الان از آی پی بتونیم متوجه بشیم. من اینکه آی پی ار رو مثلا بتونیم شناسایی کنی و بدون ماهیت مثلا آی پی هست. الان مشکلی هم که دارم همه این آی پی هم که مثلا من رنگ کردم که بیشتر آی پی ار از کدوم دانشگاه بوده همسا اینا رو باید دستی انجام بدیم که مثلا متوجه شدیم مثلا دانشگاه فردوسی مشهد از همه جا بیشتر داره جستجو میکنه روی سامانه ما. این مشکل رو هم در واقع داره، یعنی هیچ فایل اتوماتیک حداقل من نتونستم براش پیدا کنم. یعنی که یه بانک اطلاعاتی داشته باشه که این کار بتونه انجام بده. ولی این نکته دیگه این که حالا توی استرشاتون و کلیدواژهاتون شما به این نتیجه رسیدین که مکانها در واقع خیلی زیاد سرچ میشن. اینو من هرچی دارم بهش فکر میکنم یه منطقه هایی میاد توی ذهنم که خوش آیا ردتی نیست ولی حالا نمیخوام خیلی بازگوش بکنم ولی غیر از اون هیچ دلیل دیگه ای نمیتونه توی ذهنم بیاد که مثلا خب چرا ما توی سرچمون اسم دانشگاه تهران و فکر میکنم دانشگاه هم که سرچمون دانشگاه خوب بودن به روز مثلا دانشگاه پیامه روز سرچ نشده. خب این حالا نمیدونم شاید یه سری دلایلی میاد که خیلی جذاب نیست. شما دلایل خاصی توی ذهنتون هست مثلا برای تحلیل چیزایی که در کنار این قرار بگیره بتونید علت اینکه ما چه زیاد مکان توی سرچ هم هست
ببینید حالا نمیدونم شاید برگرد به استراتژی افراد که حالا این دانشگاه خاصی هم هستش مثلا همین دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران این دوتا خیلی استراتژی بعد میرید لول بعدی دانشکده ها خب این به نظر من نشون دهنده این که اصلا این جستجوها خیلی غیر هدفمنده دیگه اون فرمی که چه صدر جستجو میکنه آره ولی خب من خواهد بگم کاری که میشه براش انجام داد اینه که ما یه فیلترینگ بزنیم دیگه مثلا که البته تو هر من میدونم تو شما دیگه جایی داریم که مثلا بر اساس اسم نویسنده بخواد بشه بر اساس مکان باشه اون دانشگاه باشه این استراتژی میشه بزنیم که حالا فرد جستجوش راحت‌تر باشه نه این فقط بیاد مثلا کلمه دانشگاه تهران رو سرچ بکنه ولی من احساسم اینه که اصلا جستجوها هدفمند نیست تعداد خیلی زیاد. البته اینم بگم خدمتتون این در مورد زمانی بود که من کل دیتا رو داشتم بررسی می‌کردم. خب این کل دیتا از اون در واقع موتور جستجویی که مثلا کرولرم گذاشتم هست. ممکنه خیلی هاش در واقع حالا بحثای در واقع هم خارج از کشورم قاطی شده. ولی اگه بخوام فقط داخل پژوهشگاه یا داخل کشور رو در نظر بگیریم خب این یه خورده فرق می‌کنه کلماتی که دیگه سرچ میشه. اونایی که داخل کشور هم یه خود عام‌تر اونایی که داخل پژوهش کردن طول پوینتر رو از سرچ میکنن تشکر میکنم خواهد میکنم از توضیحاتی که فهمیدیم سوالی که من دارم اینه که خب زحمت کشیده بودید یک سری آمار توصیفی رو ارائه دادید از وضعیت جستجو از سامانه گرد ولی برای من سوال اینه که آیا نتیجه و خروجی این کار پژوهشی که در جلوی خوش ارزشمند هست سلوشن‌هایی رو در واقع ارائه کرد برای بهبود رضایتمندی کاربران از جستجو یا مثلا هینت‌هایی داد به پژوهشگاه برای بهبود این وضعیت در توضیحاتتون فرمودید که مثلا کاربران اول با 5 کلیک واژه سرچ می‌کنن بعد متوقف میشن بعد فرمودید که علتش اینه که شاید با 5 کلیک واژه به نتیجه نمی‌رسیدن می‌خوام ببینم که مثلا اگر تحلیلی چنین انجام شده منطق پشتش بر اساس چه اساسی بوده آیا خود محقق خود این تحلیل رو انجام بده یا پرسجوری از خود کاربر انجام شده معلوم شه اگر باید توضیح بفهمید ببینید در مورد کاری که انجام شده بیشتر هدف من بود که هوشمندسازی اتفاق بیفته تا اینکه بخواد بحث آماری باشه یعنی این قسمت های آماری هم تا حدی میشه گفت مقدمه کار بوده متاسفانه به دلیل اینکه دیتایی که داشتیم خیلی فیلدهای اطلاعاتی کمی در اختیار ما قرار داد تمام روشهایی که حالا کلاسیفیکیشن کلاسترینگ ها رو شما کردن که بتونیم مدلی استخراج کنیم که هدف ما پردیکت کردن رفتار کاربر بود ما می‌خواستیم ببینیم اگر الان مثلا فرض می‌کنیم 5 تا کلید واژه اوکیه مشکلی هم نداره من به عنوان کسی که فنی هستم اصلا نمی‌دونم شاید الان 10 تا درسته 5 تا درسته اوکی این آدم این ساعت با این رفتار جستجو انجام بده من اینو پردیکت کنم که در آینده قرار کاربر جدید که میاد من حدس می‌زنم که با این رفتاری که در گذشته داشته من استوری شده داشتم در آینده می‌خواد چیکار کنه که من بتونم در کمترین زمان ممکن بهترین در واقع راهکار رو شروع بدم هدف اصلی این طرح این بود نه اینکه بخوایم فقط در واقع سری کار آماری انجام بدیم اما میگم متاسفانه به دلیل اینکه دیتاستی که داشتیم خیلی اون دیتای قوی نبود خیلی اون قسمت هوشمندی کم رنگ شد با اینکه روش مختلف روش تست شد ولی نتایجی که به دست اومد اگر بخوام بگم خیلی اون نتایج قوی نبود اما چیزی که به عنوان خروجی به پژوهشگاه ارائه شد این بود که ما چیکار بکنیم چه فیلدهای اطلاعاتی بیشتری رو در واقع لاگ بکنیم و توی طرح‌های بعدیمون ببینیم حالا اگر 100 تا فیچر رو داریم لاگ می‌کنیم که کلیک می‌کنه نمی‌دونم پروفایلش رو کامل بکنه این که چه مدت زمانی در واقع داره این سرچ انجام میده اصلا این تب بسته یا نبسته از چه براوزری داره استفاده می‌کنه اصلا این داره با موبایل سرچ می‌کنه با کامپیوتر سرچ می‌کنه با چه ویندوزی یعنی تمام این فیچرها رو که این در واقع لیست کاملی شد که ما اینو به عنوان خروجی طرحمون در واقع مشخص کردیم و به پژوهشگاه ارائه دادیم که بتونن برای این سوالی گنج جدید در واقع لاگ انجام شه که این لاگ در واقع اتفاق افتاد انجام شد و امروز حالا خیلی داغ داغ به دست من رسید که قرار شد ایشان ما بتونیم طرحمون رو روی اون اعمال بکنیم و خروجی طرح میگم این بود که مثلا ببینیم چه فیلدهایی باید لاگ میشد ولی در مورد اون بحث که بخوایم از کاربر بپرسیم کار خوب قشنگیه ولی توی این تپ نه واقعا انجام نشد ببخشید فقط بگم که چون آقای دکتر صدیقی هم هستن اگر ممکنه خیلی خلاصه فرد نمیم من در ادامه هم خواهدتون رو برم تشریف بردم
ولی در ادامه صحبتی که شما فرمودین یه نکته رو اضافه کنم. من فکر میکنم برای اینکه ما حالا در نهایت بخوایم سیاست گذاری بکنیم، تغییراتی رو توی حوزه جستجومون انجام بدیم یا کاری از این قبیل، تصمیم‌گیری‌هایی بخوایم بکنیم، کلا باید برسی دیتا این کار انجام بدیم. منطقا و درستش اینه که برسی دیتا این کار انجام بدیم. این دیتا یا در حقیقت چون یه طرف قضیه همیشه کاربر هست، این دیتا باید از تو دل کاربر، یعنی رفتاری که کاربر داره قطعاً باید نشر گرفته باشه. یه اپروچ اینه که ما بیایم به طور مستقیم از کاربر مصاحبه کنیم، پرسشنامه بدیم، باش صحبت بکنیم و این اطلاعات رو ازش بگیریم. یه اپروچ دیگه این هستش که ما به طور ضمنی سعی کنیم این اطلاعات رو بدیم. اتوماتیک دیگه. اون اپروچی که در واقع پرسشنامه هست و مصاحبه هست، اون یک مدل در حقیقتی هست که ما رفتار کاربر رو مطالعه بکنیم و بررسی بکنیم. این چیزی که شما بهش پرداختیم و در حقیقت به نوعی روش‌های هوشمند تحلیل اطلاعات این هست که ما به طور ضمنی بدون اینکه کاربر متوجهی بشه که ما داریم رفتارش رو ازدرد میکنیم، نه که بخوایم یه کار نامطلوبی انجام بدیم، بدون این موضوع به طور ضمنی این اطلاعات رو جمع‌آوری بکنیم. و خب هر چقدر اون فیلدهای اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌کنیم غنی‌تر باشن، اون تحلیل ما هوشمندتر و دقیق‌تر خواهد بود. مسلماً تجمیع این دوتا با هم میتونه نتایج بهتری رو بده، ولی خب گاهی اوقات این تحلیل‌های هوشمند به خاطر اینکه فیلدهای اطلاعاتی ممکنه کامل نباشن نتایج کاملی نمیده، و از اون طرف خیلی از تحلیل‌هایی که بر اساس پرسشنامه و مصاحبه هستند هم ممکنه به خاطر جامعه محدودی که خیلی وجود داره یا به خاطر دلایلی که توی بحث هر پرسشنامه هست نتایج محدودی رو نده. توی این بحث تحلیل هوشمند اطلاعات که شما روش کار کردین، هرچی حجم اطلاعات بیشتر باشه پترن قشنگ راحت‌تر کشته میشه بیرون و در میاد و مشخص‌تر میشه و این نقطه قوتش در حقیقت به نظر من هست. منتها منظور اینه که ما فیلای اطلاعاتی خوبی داشته باشیم که تحلیلمون بتونه مستند باشه و هدفمند باشه. من سوالی که داشتم در مورد همین بحثی که خانمتون فرمودن، اون مکان‌ها به نظرم میدم شاید حالا منطقیش اینه که مکان سرچ نشه، ولی اینکه مکان سرچ میشه چه سواله. به نظرم یک کار مثلا آماری که ببینیم، یک کار آماری که ببینیم آیا تفاوت معناداری بین اون در مورد فضای فراگیر همه آی پی ها با کشور با پژوهش وجود داره. مثلا ببینیم آیا تفاوت بین اینها، یعنی بین فراوانی واژه ها و واژه هایی که هست در واقع اون به لحاظ آماری معنادار هست این تفاوت، یا هم خیلی جالب میتونه باشه، چون به نظرم تنها لاگش و صرفتهی که داریم همین پژوهش هایی که کنترل داریم و مطمئن این که جستجوهای دقیق رو انجام میشه. یکی این مسئله بود. یک مسئله دیگه در مورد اون در واقع سرچ های از بیرون هست که حالا همین امنت رو نمیدم گوگل اینا دارن این کار انجام میدن. به نظرم اون هم شد باز حالا شد اون بحث مکان ها به این برگرده که اون اتفاق افتاده. فکر میکنم آره این هم میتونه در مورد اون که فرمانی مجال رو منظور جایی که توی حالا داخل پژوهشگاه و خارج پژوهشگاه روی مکان دارد مفهن در نظر بگیریم. حالا روی همه واژه هم فهمید که میشه در نظر بگیریم. به نظرم این تفاوت ها حالا بر اساس فراوانیشون میتونه به اهمیت بشه. مثلا این میخوام میتونه که الان به دوام اومد بحث نسبت ها بود که خب ما میگیم از حوزه فنی مهندسی کمتر سرچ میشه. به نظرم این زمانی این دیتا میتونه چیزی رو به ما بگی که نسبت بگیریم که مثلا تعداد دانشجو و اصلا کادر علمی و آکادمیک حوزه مهندسی ما تو کشور چقدره، تو حوزه علوم انسانی چقدره، تو حوزه روانشناسی چقدره. الان هر دانشجوی پیامینی شما در نظر بگیرید یک رشته مثلا روانشناسی داره، بنابراین وقتی حجم اینقدر گستره است طبیعیه که تعداد جستجوهای ما بر اون اساس توی گنج بیشتر مربوط به مثلا میگم روانشناسی باشه. در حالی که اگه نسبت رو بگیریم به نظرم این دیتا یکم قابل فهمتره.
باز فنی مهندسی مثلا یه توضیح دیگه ای که میشه برای نیافته در نظر گرفت اینه که خب اونا بیشتر شاید دنبال منابع انگلیسی هستن و منابع انگلیسی میتونه کمکش کنه تا حوزه‌های علوم انسانی که بیشتر با توجه به مهارت ضعیف انگلیسیشون بیشتر دنبال منابع فارسی باشه. بسیار توضیح نسبت ها من فکر کنم آره خوبه میشیم نظر میگیم ولی احساس خودم اینه که همه بیشتر به خاطر اینکه بچه فنی مهندسی بیشتر دارن انگلیسی سرچ میکنن و نمیدونم شاید من احساسم اینه توقعشون از یک سامانه اطلاعاتی خیلی بیشتر از سامانه اسم گنجه که بتونه در واقع خیلی نتایج جستجوش بهینه تر باشه یا حالا دیزاین اون در واقع اینترفیسش. من احساس هم اینه که بخواد یه دلیلش اصلا این میتونه باشه و اگه داشتم آقا بحث انگلیسیه ولی نسبت رو میتونیم در نظر بگیریم ولی مثلا الان تو همه رشته ها ما الا ماشاءالله در واقع دارن دانشجو میگیرن و مثلا همین خود رشته کامپیوتر اینطوری نیست که شب از اون روانشناسی دارن دانشجو میگیرن همون دانشگاهی مثل پیام بنیم. اما من احساس هم اینه که بیشتر اونها جستجوهاشون در واقع انگلیسیه و اینقدر جذابیت براشون نداره این سامانی که بخوان جستجو بکنن. من خودم این احساس دارم و روانشناسی مثلا که اولا توی این آماری که ما نشون داریم در واقع رنک دو رو بعد از اماکن داره و رنک یک رو داره تو زمینه علمی خب خیلی نوع پایان‌نامه هایی که در واقع داره تعریف میشه تقریبا توی سبک هست و خیلی ها شما در واقع توی ایران داری و راحت قابل دسترسی هست. اما شاید میگم مثلا من خودم کلمه هایی که من به رساله خودم رو سرچ میکنم توی ایران داری اصلا اون نتایج که برمیگشت به اتفاقا همش نتایج روانشناسی دوباره برمیگشت نتایج کامپیوتری برمیگشت. من اصلا این کیفیت اون موتور جستجون شاید برای اون رشته ها بیشتر باشه یا حالا دیتایی که داری. من احساس خودم میدونم ولی میشه اون نسبت هم حالا اضافه کردم. حالا نسبت خواهد که مدارک هم هست دیگه، یعنی ما به نظرم مدارک و حوزه یه اولی منسانی میشه بیشتر میشه. آره من هم نسبت هم میگم. آره شما مستقبل بیشتر مشترکم بحث جالبه. اگر به نام من بودی واقعا بحث یکی رامل زدان به من رو داره برد. ممنون خانم دکتر، خیلی جالب بود و جذاب. بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر صدیقی اگر لطف کنید در مورد جی آی اس هم اطلاعاتی رو به ما جمع بشید. به نام خدا. من اول از همه دوستانی که اینجا حضور دارن چه حضور فیزیکی چه حضور مجازی تشکر میکنم. من سعی میکنم که خیلی سریع بحث رو ببندم به کاراتون برسیم. موضوعی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم بحث تحلیل مکانی جستجوی اطلاعات هست. من خیلی سریع بگم که راجع بهش میخوام صحبت بکنیم. من اول روزی که راجع به تحلیل داده میگم که اصلا تحلیل داده چه چیزی هست، بعد وارد بحث تحلیل مکانی داده دار میشیم، بعد مطالعه موردیمون رو میگیم که خصوصیتاش چه چیزی هست، سامانه مصورسازی جغرافی رو یک معرفی خدمتتون میکنم و توی یک مورد تحلیل نتایج خواهیم داشت، در نهایت هم جمع‌بندی و نتیجه. خب اول اینکه اصلا تحلیل داده دنبال چه چیزی هست؟ خب داده به صورت کلی خودش که یک چیز خامه، ما باید تبدیلش کنیم به اینفورمیشن و تبدیل به دانش بشه. حالا دانش یا نوعا وضعیت روش دانایی هم میگن، قاعدتا باید به تصمیم گیری داده محور یا دانش محوری ختم بشه. این پروسه تحلیل داده است. خب این پروسه احتیاج به روش‌های مختلفی داره. حالا روش‌های گذشته مرسوم توش استفاده میشه، اصلا روش های آماری هست، خوشه بندی، دسته بندی، داده کاوی و مصور سازی. اینا خب روش هایی هست که ما میتونیم بارشون شروع کنیم و تحلیل داده رو، یعنی دنبال یک سوالی هستیم بعد میخواییم به اون سوال جواب بدیم شروع میکنیم. از این یکی از این روش ها رو بسیم اون دو دیتا و کوالیتی که داریم، اون روی کردی که داریم، از این شروع میکنیم به استفاده کردن. اون چیز که من میخوام روش تمرکز کنم بحث بیشتر مصورسازی به بحث مکانی هست. خب تحلیل مکانی دادگان
اول اصلا چرا تحلیل مکانی؟ چیزی که وجود داره الان دستگاهای هوشمندی که ما داریم، تلفن‌های هوشمند همه جی پی اس دارن، بحث کلاود کامپیوتینگ هست و شبکه‌های اجتماعی ما دائما دارن مقدار حجم زیادی از داده‌های مکانی رو تولید می‌کنن، بررسی‌های مکانی داره و این تبدیل اصلا به یک ترند شده که تجارت‌ها برن به سمت اینکه خب این داده مکانی که داره به این وفور تولید میشه تو جاهای مختلف و خب ما بیایم ازش بهره برداری بکنیم. یعنی سوال اینه که ما بیایم پیوند بدیم بین روندهای موجودی که داریم و مکانی روندها. هدف چیه؟ ما بتونیم ازش الگوها و ترندها رو شناسایی کنیم، فرصتهای جدید رو بتونیم پردیکت کنیم، پیش بینی کنیم و در نهایت این منجر بشه که ما یک بینش ارزشمندی تو حوزه‌های استراتژیک تو کسب و کارمون بتونیم بهش برسیم. در نهایت همه اینها تو یک چیز خلاصه میشه، این که ما بتونیم از داده های سازمان ایجاد ارزش بکنیم. حالا به صورت نمونه مثلا یک مالی رو بردن، مثلا درآمد و جمعیت ایران در نقاط مختلف به تفکیف استان ها مثلا توی شکلی که این گوشه از همونیم چقدر بازی هست؟ شما بجه این رو بدیم به چه صورت هست؟ حالا باشه تحلیل مکانی و این چیزی که هست برشتازگذاری مکانی شما دیتایی که دارین اول باید خود تگ جغرافیایی بخوره، یعنی باید مشخص بشه که این مربوط به چه استان، شهرستان و شهر یا مربوط به چه آدرسی هست، مثلا آدرس پستی یا زیپ کدی هست. بعد دو مرحله که وجود داره خوشا این داده هایی که داریم و داده هایی که نوعاً لایه های دموگرافیک دیگه ای هستن، اینا رو مجبورید که برای وسیله برای پلتفرمی مصورسازی بکنید و در نهایت بر روی هم قرار دادن این لایه های مختلف یه تحلیل نتایج برسید. خب این روندیه که توی یک تحلیل مکانی داده طی میشه تا ما اون جوابی که مد نظر اون سوال تحقیقی که مد نظرمونه برسونه. خب ما همین کار رو میخوایم توی داده های ایراندار که انجام بدیم. مثلا موردی فجرشتار و فناوری اطلاعات ایران هست، یکی از ماموریت های اصلی شناوری سازماندهی ذخیره سازی بازیابی تحلیل و نشر اطلاعات در حوزه فناوری اطلاعات در کشور هست. پس داده تو این سازمان نقش محوری داره و داده کلیدیش به طور خاص اطلاعات پایان‌نامه و رساله هست. ما فوکوسمون تو این تحقیق بحث پایان‌نامه و رساله هست. پس موضوع مصورسازی جغرافیایی داده های علمی تو کار ما بوده. خب کاری که اول میکنم خب داده دارم رو خب دو دسته میکنم، داده های علمی که تو این کار بشتر کنیم که خود رساله ها پایان‌نامه هست و بعد داده های مکانی که احتیاج داریم. نوعاً خب نقاط شهری از نقطه‌های استان ها و شهرستان ها و حالا لایه های دیگه که ممکنه برای تحلیلمون بهش احتیاج داشته باشه. بعد از اون خب این داده باید آماده بشه. خب اول گردآوری اطلاعات هست که اصلاح و بازبینی میکنیم و در نهایت بحث نرمالسازی هست. حروف فارسی مشکلات خاص خودشون دارن، ترمیمش خیلی خب راحتی نیست. این مراحل باید طی بشه تازه داده آماده بشه برای اینکه بره بحث برشستنی که خدمت رو عرض کرده و تحلیل بعدیش بتونه بیشتر باق بشه. ما به این منظور خب یک سامانه این رو تحت سامانه مصورسازی جغرافیایی نبلاب کردیم که این صفحه اول این سامانه هست. این سامانه یک موتور جستجوی پیشرفته داره. سه جو میتونه جستجو بکنه توی عنوان، کلید واژه و چکیده و از اون کلید اون ترمی که شما به مد نظرتون میتونید جستجو بکنید تو حوزه های زبانی مختلف از 1350 تا چیزی که الان موجوده در خود ایفای داده و در سه سطح میتونه جواب برگرده. یعنی تو سطح استان، شهرستان و شهر میتونید شما جواب رو جستجوتون و جستجوی اطلاعاتیتون رو سطح ایران مصورسازی کنید و ببینید که به چه صورت از توضیحش، توضیح مکانیش به چه صورت هست. من به عنوان نمونه یک موقعی رو اینجا خدمتتون بخواهی با هم بررسی کنیم. بحث طلاق هست، میخوام ببینید که خب وضعیت توی تحقیقاتی که شده به چه صورت هست. ما توی سامانه جستجو کردیم طلاق و نتیجه شده به صورت نمودار گرمایی دارید میبینید. خب بیشتر تحقیقاتی که تو حوزه طلاق انجام شده اگه دقت بکنیم مثلا که امزرای هست، بحث تهران، مازندران و قم هست، حالا تا یه حدی فارس هست و این به صورت توضیح پژوهش هایی که انجام شده، رسانه ها و بیانامه هایی که الان وجود داره و ما تونستیم تگشون بکنیم به این صورت هست. خب اگه ما این رو بیان مقایسه کنیم با آمار تعدادی که ما داریم که این از اداره ثبت احوال به دست اومده، خب هرچی رنگ بیشتر، هرچی رنگ تیره تر باشه به این معنیه که خب در سطح آمار طلاق بیشتر هست. همون که میبینه خب تهران که خب قطعا با توجه به جمعیتی هم که داره بیشتر این تعداد داره، ولی
خراسان رضوی بعدیش اصفهان بعدیش و این حالا قبلی باز نگاه کنیم یعنی که ما تقریبا کار خاصی نه تو خراسان رضوی نه تو اصفهان توی حوزه انجام دادیم. خب این خودش خلای طریقاتی رو نشون میده که خب این دوتا استاد درگیر این موضوع هستن ولی خب به نظر محققه خیلی اونجا به این قضیه اهمیت نمیدن. خب این یه بحث اینه که خب ما میتونیم از استثنا گذاری کلام اوجای علمیمون رو صرف این بکنیم که اگه برامون مهمه که این بحث کلام مهمه که رجوع پژوهش بشه مهمه که حل بشه اگه واقعا اولویت ماست اینه که ببریم سمت اینجایی که خودشون درگیر این مثلا اونجا بیان محققینشون به این قضیه کار بکنن. حالا یه گام میخوام بریم جدا سر میخوام ببینیم که حالا همه اگه هم کلام رو بذاریم جدا حالا میتونیم که با همین نقشه ها یکم بیشتر تحلیل بکنیم که ممکنه تراکنشی از چی باشه. من فرض گرفتم که فرض میکنیم بحث اقتصادیه که شاید موجب شده که طلاق اینقدر زیاد بشه یا تو این جاهاست، یعنی که دلیل اصلی متغیر اصلی که ما میخوایم در نظر بگیریم که آیا واقعا اقتصاد رو هم چی داره بشه طلاق خب یعنی آیا سامانه ما میتونه کمک بکنه که ما بررسی بکنیم. خب اما توضیح درآمدی ایران رو اومدیم مپ کردیم مسلسل جغرافیه کردیم خب اینجا باز هرچی رنگ تیره زر هست درآمد خب بیشتر میشه. شما اگه نگاه کنید تهران و اصفهان و خوزستان خب بیشتری درآمد ها رو دارن، درآمد کلی رو دارن و بعد خراسان رضوی هست. خب این اول به نظر میرسه که یعنی رابطه مستقیمی به نظر بین درآمد و طلاق وجود داره. ولی خب اگه یکم دیگه بیشتر دقت بکنیم ما توضیح جمعیتی رو در نظر بگیریم، یعنی چقدر جمعیت واقعا توی بازار وجود داره. خب این نمودار توضیح جمعیتی در ایران هست که خب بعد از تهران خراسان رضوی خب بیشترین جمعیت رو داره، فارس هست، اصفهان هست، خوزستان هست و به همین ترتیب میره سراغ آذربایجان غربی و شرقی. اگه ما این دو تا رو با هم تقسیم کنیم و به نوعی درآمد سرانه استان‌ها رو به دست بیاریم به این شکل خواهیم رسید که خب تهران با اختلاف زیادی کاملا متفاوت هست ولی خراسان رضوی و اصفهان که مد نظر من بود، یعنی گفتیم که اینجا بیایم تحقیقاتمون رو توسعه طلب انجام بدیم نوعا اونهایی نیستن که خیلی درآمد داره. یعنی خراسان رضوی جزء متوسط هاست که مثلا اصفهان گفت مثلا توی متوسط ها هستش، یعنی میشه همطور آماری به این نجه رسید که خیلی شاید رابطه معناداری حتی اگه استانه دیگر هم باز بررسی کنیم مثلا مثل تبریز یا مثلا خود یزد هم آماری کمی داره هم درآمد بالایی داره. یعنی مثلا آماری خیلی معنادار نیست که ما رابطه بین اقتصاد و طلاق رو بتونیم بهش جمع‌بندی برسیم که واقعا یک عامل است. خب پس ما هم فهمیدیم که مسئله چیه، هم تونستیم این متغیر رو بذاریم کنار و میتونیم به این برسیم که بریم سراغ متغیرهای دیگه، اونها رو توی این حوزه تو حالا تو این دو تا شهر خاص خراسان رضوی و اصفهان اینجا مورد بررسی قرار بدیم. بعد خب سامانه ما قابلیت داره که به صورت آماری هم تحلیل ارائه بده. این روند مکانی زمانی هست به صورت کمودیتی تجمعی که تو سالهای مختلف کارهایی که تو حوزه طلاق تو پایان‌نامه ها رساله ها تو پایگاه‌داری گنج حداقل اینجا ایندکس شده. خب به 1385-84 به نظر شروعش هست، یعنی شروع کرده به زیاد شدن و به صورت نمونه 1394 رو تهران مثلا 20 تا کار اینجا انجام داده تا 10 تا و مازندران باید شد و اصلا 7 تا و این هم به صورت تکی هست، یعنی هر کدومی که بخوان به صورت تکی چه روندی داشت. مثلا 1395 تهران 17 اثر تو این حوزه کار کرده و نمیداره درصدی هست پای چارت همون هست به صورت زمانی مثلا 1389 شروعش 8 درصد تقریبا شروع تحقیقات حوزه طلاق بوده و تهران با 25.7 درصد بیشترین آمار کار تو این حوزه داره و بعدش هم کلون نمیازاده اینا تحلیل توصیفی هست، یعنی میتونیم همون نتایجی که به صورت گرمایی در ابتدا بهتون نشون دادم و میتونیم به صورت مارکت ببینیم. این مارکت ها قابلیت این رو دارن که شما کلیک میکنیم و اطلاعات بیشتر رو بهتون میدم. مثلا در خراسان رضوی 30 مورد پایان نامه کار شده و با کلیک و روی ریزالت میشه که به صورت لیستی هم نتایج رو دید. این لیست کاملا به گنج هست که مثلا به صورت نمونه اگه روش کلیک بکنیم اطلاعات خود پایان نامه تحت دسترس ما قرار میگیره، میتونیم خودش رو بخونیم یا به هر شکلی تحلیل بیشتری میشه انجام. خب جمع‌بندی این که ترس هم اول یه توی یه مثال نشون بدیم که تحلیل مکانی داده اهمیت بالایی داره، میتونه برای کسب و کار. حالا ما راجع طلاق گفتیم، شما میتونیم مثلا مکانیابی ریتیلرها مثلا یا تو سپلای چین ها مثلا تولید مزیت رقابتی بکنه
کلن یک چیزیه که بیشتر به درست سیاست‌گذاری کلان میخوره و البته ما الان یه نمونه مثلا پژوهشی هم نشون دادیم. پژوهشگران هم میتونن به یک تحلیل عمیق‌تری برسن. خب احتیاج به یک راه حل جامعه یک پارچه بله. خب یه پلتفرم رو این توسعه بدیم و در نهایت مجموع کل حرفایی که من میزنم به این جمع بندی میشه که خب هوش مکانی اون مسیر آتیه که برای ایجاد ارزش سازمانی ما باید بهش اهمیت بده. خیلی ممنونم. توجه کنید. شما روی یک واژه گفتید که ما میتونیم یه سری اطلاعات آماری و مکانی مربوط به مثلا پایان‌نامه‌ها و اینها رو داشته باشیم. اگر که این واژه تک واژه نباشه، چون برای بعض تک واژه خب ما میتونیم سرچ بکنیم توی گنج و حالا بر اساس دایی که تک واژه حضور پیدا کرده میتونیم اطلاعات فیلتر بکنه و تحلیل رو انجام بده. یه موقع هستش که این تک واژه نیست، یعنی مثلا پس دو واژه‌ایه یا سه واژه‌ایه. یا گاهی اوقات این واژه‌ها تو برخی از مستندات هستند که اینطور معنیداری نیومدن، یعنی بار معنایی توی اون سند برای ما ندارن. برای این موضوع شما توی بحث جستجو، چون جستجو که انجام دادیم کار هوشمندی کرده میگرم. ممنون خودتون. آخرش هوشمندش رو خیلی نفهمیدم منظورتون از هوشمند چیه. ببینید الان این گوگل از گوگل خیلی زیاد نه این گوگل نیست، ولی هر جور جستجوی که شما فکر بکنید میتونه انجام بده. یعنی موتور جستجویی که من دارم و پشتش هست این موتور گنج میسازم به خود خودم. این موتور جستجویی که پشتش هست شما هر ترکیبی که بخواید میتونه جستجو بکنه و تا این حدی که من دیتا دارم، یعنی اگه این ترکیباتی که شما میگید چه تو چکیده باشه، تو چه عنوان باشه، چه کلید باشه، این واسه شما ریکارد میکنه به شما میده خروجش. ولی اینکه نه بگید مثلا پشتش دقیقا هوشمندانه مثلا داره کلمات هم معنی معنی منظورتون اینه، مثلا کلمه هم معنی اون رو داره دستبندی میکنه، قابلیت رو داره ولی این کلمه نشده، یعنی شما حتی تا این حد هم میتونید مثلا دستبندی کنید، مثلا لغتنامه هایی رو بهش اضافه بکنید که به جای کلمه شما کلمات مترادفش رو هم سرچ کنه. یعنی یه بحث ایندکسینگ خیلی یه بحث فنیه بیشتر آمینتش داره این الان هم توی یعنی این الگوریتم ریتریوالی که شما تن دارید توی کارتون برسه TFIDF هم هم میکنه TFIDF یعنی برسه تن فریکونسی هم هم میکنه منظور من اینه که تکست ماینی نیست ایندکس هم بیشتر ایندکس از یوزر مینا استفاده کردی یا سودرینا استفاده کردی هدف این جلسه هم بیشتر این بود که این قابلیت رو داره که این کار رو انجام بده. ولی یه سوالی که داشتم در مورد همون تعدادی که داره کار میشه توی استان‌های مختلف، به نظرتون باز نسبت بگیری بهتر نیست؟ مثلا ممکنه چون اصفهان خیلی مدارک به ما نده، یعنی توی پایگاهی که ما داریم از اصفهان مدارک خیلی نداشته باشیم، یا مثلا میگم توی کردستان خیلی دانشگاه نداشته باشیم به نسبت تهران که مثلا اینجا مرکز پژوهش بودن. خب خیلی بیشتر قاعدتا فکر کنم همه هر واژه‌ای شما تصور بکنید توی تهران فراوانش بیشتر مطمئنن. به نظرتون نسبت بگیری بهتر نیستیم؟ دیتاها گویاتر نیستن؟ یعنی مثلا میگم در تعداد پایان‌نامه‌هایی که رو طلاق کار کردن به نسبت تعداد کل پایان‌نامه‌هایی که مثلا از استان اصفهان ثبت شدن، یا مثلا تعداد پایان‌نامه‌هایی که روی آب کار کردن به نسبت تعداد کل مدارکی که در واقع توی دیتابیس ما وجود داره. این به نظر مثلا توی دانشگاه 4 تا پایان‌نامه کار شده، 2 تا شرط طلاق، بنابراین 50% در مورد طلاق دانشگاه کار کرده.
ولی اگه ما توی آقا بگید دوتا اصلا به چشم ممکنه نیاد. از یه جهت ببینید شاید این بتونه چیز ببینید یه بحثی در نظر بگیرید، بحث این سامانه سیاست‌گذاری کلان. خب یه گام برم عقب‌تر، اگر هم همچین چیزی باشه یک هینت اینه که خب ما باید پژوهشگر اینجا داشته باشیم. خب یعنی این اصلا بحثش نیست که ما ایرانداک میخواد راجع به این تصمیم بگیره، شما باید سند چشم‌انداز علمی و فناوری رو نگاه بکنید، وزارتتون باید تصمیم بگیری که الان پژوهشگر کم تو خراسان غزنی ولی به هر دلیل دانشگاه نداره هرچی، الان بودجه باید بره اونجا. اگه میخواد این مشکل حل بشه، الان اون قسمتی که شما میکنید مشکل اتفاق میکنه به من حذف میکنه، یعنی اون قشنگ اسمس میشه و اصلا دیده نمیشه. خب ولی نظر اینتلیجنتی که خب کاری نداره، یه تقسیم میشه نه انجام داد. ولی اون بحثی که من فکر کنم برای سیاست گذار بهتره که اون عمق قضیه رو درک کنه، یعنی الان متمرکز بودن تو تهران اصلا خودش درسته. خیلی از این مشکلاتی که داریم که اصلا همه پژوهشگرا جمع شدن تو تهران. خب درسته که ما هم بزرگی این مشکلات زیادی داریم، ولی دیگه انقدر دیگه نباید تجربه شروع کرد. ولی تو بحث کمومی اتفاقا تهران خیلی هم کار نمی‌کنه، تبریز مثلا بیشتری. یعنی اینجوری نیست که شما بگید هر چیزی رو که سرچ کردین حتما تهران یه داره روش فوکوس کرده بود. ولی اونم میشه خیلی ممنونم. من خودم واقعیت بهش فکر نکردم. خیلی متشکرم. شما این نمودارا تولید علمو نشون داده، یعنی واقعا ممکنه تو تهران کار شده باشه ولی مصرفش مثلا مشهد رو تو تهران داره چیز میکنه. اگه دارم تشکر آنها بس رسولی داشتن رو که میجود دیگه بدن، چون اگه این تحسین نشه واقعا شاخص پذیر نیست برای مقایسه کردنش. میخواستم به پیشنهاد بدم اونم که این میتونه تقسیم بشه بر اساس ماهیت کاری که داریم، مثلا اگر نه بر تعداد پایان‌نامه‌هایی که داریم، مثلا اگر ماهیت کارمون اجتماعی همونجور که فرمودن موضوع اجتماعی از بهزیستی طلاق همه اینا میتونه تقسیم بشه بر جمعیت اون منطقه با هم مقایسه بشن. مثلا ما فرض کنیم توی شهر کوچیک 5 تا داریم ولی جمعیت اون شهر 300 هزار نفره، اما توی شهر خیلی بزرگتر با 2 میلیون نفر به نسبت انتظار بیشتر باشه. بنابراین به ماهیت اون موضوع که یه طبقه بندی 60-70 بندی داریم، مثلا اگر راجع به آب، راجع به راه، وقتی راجع به راه میشه اون مخرج و مساحت راه‌های توی اون استان در نظر گرفت، ما انتظار داریم به نسبت راه‌هایی که تو هر استان اون مطالعه انجام شده باشه. یعنی بر اساس اینکه موضوع به کدوم یک از این 60-70 بند می‌خوره برای هر کدومشون مخرج رو در نظر گرفت که مقایسه پذیر باشه. یه پیشنهاد دیگه این که تقریبا همین استان‌ها یه تحلیل دارن به اسم آمایش که تو اون دقیقاً در نسخه نهاییشون این تو اون جی آی اس که دارن موضوعات حساسشون، حالا شما مثلا آبروزنی موضوعات حساسشون تو اونجا اومده، موضوعات اولویت دارشون اومده اونجا. آیا این رو نمیشه نسبت داد که ما بگیم حالا تحقیقاتشون به نسبت موضوعات اولویت دارشون هست یا نه؟ میگه میشه آره، چرا میگه راه نوشیه برای این که مقایسه رو انجام بدیم، این رو بذاریم جلو. شما حالا مثلا میگه تغییر، یعنی یه سندی معرفی که سند طرح آقایش رو بذاریم جلو، میشه سند مثلا نقشه علمی رو گذاشت جلو، ولی برای کار پژوهش همه این کار رو میشه کرد. یعنی من الان هدفم اینجا نیست که یه نکته رو بگم، من هدف این نیست که بگم که الان مراجع طلاق باید اینجوری کرد و این الان کار درستیه و این شیوه روش پژوهش کردن تو حوزه طلاق. هدفم اینه بگم که تحلیل مکانی مهمه، یعنی یک کلمه گوش مکانی اهمیت داره.
پلتفرمی داره، لازم داره مصورسازی و دیتای خیلی زیاده بخواد. به همه این دیتایی که میبینی هیچ کامش رسا تو اینترنت به راحتی نیست داره، اما به سختی حق رو باید این رو بیرون بکنه. خب ولی این که این روانده مهمه، یعنی ما اگه میخوام تو کارمون انجام بدیم خوبه که یک دیپلوی که داشته باشه اینه که از بود مکانی به من قضایه نگاه کنیم آیا واقعا این پارامترهایی که ما میگیم تو بود مکانی سیگنیفیکن هستن یا نیستن. خب یه هینت برای پژوهشگران، یه هینت برای سیاستگذاران در یک لول دیگه، اونا مثلا میخوان تخصیص بودجه بدن. خب میگم من اینجا دوباره نمیخوام که متدولوژی معرفی کنم، مثلا بگم حالا باید حتما با فلان جا مقایسه بشه. قطعا حرف شما درسته، یعنی قطعا باید سمت بالارسی بیاد ما ببینیم که آیا اصلا تو اولویت اونجا هست یا نیست. خب یعنی اینا نکته ای که شما عرض کردید قطعا درست که باید این اتفاق بیفته. بفرمایید. این دیتایی که شما استفاده کردید میگید استفادهش هم سخته، جز لنگ و لب چیز دیگه نیسته؟ یعنی منظورم اینکه میخوام بدونم که این دیتا کجا بوده که چیز نه آمار بدونم میگم آمار طلاق آمار طلاق بجرد آها شما خود سمت داریم من بردیشم من بردیشم جی آر اس دیتا بیستتون پس نداریم GIS دیتابیس هم شما میتونه از وزارت کشور درخواست بدید که بهتون بدن ولی بهتون نمیدن. نه خب اینکه میشه بحث رابطه دیگه پژوهشی نیستش. حالا هم خیلی از رفتارها هم خیلی داره. به این GIS فقط سطح دار نیستش. نه شما باید ببینید از اون رابطه ما بریم فکر کنم حالا کلا من یه چیزی بگم GIS خب ببینید بیسش فقط بودن تو من حالا بودم چیزی من دوستان فکر کنم که ایران یعنی بیس به اولین چیز کنم پایه GIS هم لطمان شروع شه بعد شما با اینه اینا رو همین چست بودیم چه لاین بعد در همین چست بودیم چه پالیگون تازه این همشم بکشتور رسترهایی که بذاریم کنم نکس ماهواره اینا رو بذاریم کنم اینا تازه چند بیسی شما نیسته دیتا داری یه سامانه میخواد بریزید روش بعد تازه ازش کوئری بگیرید. خب حالا شاید ما اینجا شما مثلا چهار تا مثلا پایان نامه است مثلا به یه لطردان اوکی میشه شما هیچ کار خواستی یا قرار نیست بکنید ولی حتی میخواد تحلیل مثلا واقعا آمایشی بکنید تحلیل پوشش گیاهی میخواد بکنید شما اصلا به الگوریتم های احتیاج داریم که بتونیم اون رستر اصلا تحلیل اینجوری انجام بده. یعنی اصلا بحث جی آی اس بیشتر بحث سند داده علمی نیستش و اصلا مثلا املاک و ریل استیت و پوشش گیاهی و همین بحث کاربرد این ببینید برای دیتابیس گنجه ما چیه که این مسئله این خب هر مثالی که شما زدید کار این دیتایی که شما در مورد طلا اینجا دیدید که این بحثی که شما میگید اصلا توی این لول اصلا وارد درسته. حالا شما در مورد بحث مثلا منابع طبیعی گفتید یا حالا نمیدونم بحث کم‌آبی و امثال اینها، خب اونجا شاید این یه مقدار موضوعیت بیشتری پیدا کنه. اما من بیس سوالم همین ارائه بود که شما دادید و مثالی بود که زدید چون دیگه بیشتر از این توضیحی ندادید. یعنی در مورد طلا گفتید خب هر اون یه موجودیت کاملا مشخصه، آمار کاملا مشخص داره، یعنی یه حالت گسسته داره، چیزی نیستش که مثلا پیوستگی داشته باشه. مثلا به خاطر همین من هیچ کاری نکردم، به خاطر همینه که من این سوال رو در واقع از شما گفتم. اما اینکه حالا یه چه قابلیتی هست، یعنی که هرون شما بر اساس حالا جمع‌ترین که انجام دادید و داستان‌هایی دارید و این حرفا، مثلا میتونید توی بس چشمای گیاهی هم یک همچین در واقع آمار اطلاعات رو ارائه بدید؟ یعنی سوال هم الان در واقع تغییر دادم، نمیدونم شما چیکار کردید. خب میگم که الان شما چه اطلاعات آمار که من واسه در حال هیت مپ یا هر چیزی دیگه میتونید که مثلا بگید که الان روی این موضوع با توجه به این پوشش گیاهی داره این اتفاقات میفته؟ میدونید اینکه
اینه که خب بر اساس سازمان شما میرید یه در واقع دفتر بانکی در میارید و بعدش هم میگیرید روی نقشه هم حالا باز هم میشید. این که تا اینجا که اوکی بود بحث هم حالا اون سمت بشه این که حالا ما یه سری در واقع مثلا مناطق جغرافیایی داریم و مثلا فرض کنید پوشش های گیاهی توی اینها متفاوته یا مثلا بحث حالا فرض کنید بیابانزایی رو فرض کنید روی استانهایی داریم اتفاق سری داره میفته این که بتونید این دوتا رو با هم دیگه مرکنید یه ارتباطی برقرار کنید من خواهد دارم سامانه شما قابلیت این رو داره که چنین ارتباطی رو برقرار کنه و الان داره برقرار این قابلیت رو ارائه میکنه یا اینکه نه در ایران داره که نه به جایی دیگه بله خب هم خیلی برقرار خب من این خواهم جمعندی و این خلاصه ای از اون شده که برای شد آنگان کنم یکی ما یه سامانه گنج در سامانه گنج سری از اطلاعات خودکار ذخیره میشه هر کدوم از این دوستان از بعدی متفاوت به اون داده های سامانه گنج نگاه کردن و دو حیطه کاملا مجزا با هم دیگه بررسی کردن بنابراین میشه دیدگاه های مختلفی دار همونطور که در اول گفتم بستگی به دیدگاه تحلیلگر اطلاعات مختلفی را از ما دریافت کرد و از دادههای یکسان خانم دکتر هم تحلیلات صحبت کردن آمارهایی که وجود داشت و این سری پیشنهادهایی دادن برای اینکه سامانه‌گنج بتونه بهتر داره کار برن دریافت بکنه و آقای دکتر هم یه متاآنالیزی ارائه دادن از روی تحلیلهایی که در سامانه‌گنج قرار داده شد و وجود داشت ممنون از اینکه حضور به هم رساندیم و گوش دادیم و حوصله کردیم و از خودم هم بسیار سپاس گزارم من به نمایندگی از پژوهشگاه هم دو تمرین کنم تمرینش